احتمالاً در حین جستجو و خرید بلیط برای هواپیما کلمه چارتر به گوشتان خورده است. در این برنامه می‌خواهیم درباره تفاوت این نوع بلیط و انواع آن و قوانین آن مطالبی را خدمت شما عزیزان ارائه دهیم. قبل از هر چیز اگه تازه به کانال ما پیوستین خوشحال میشیم که ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو بزنید تا از برنامه‌های جدید ما مطلع بشید. چارتر هواپیما اصطلاحی است که به رزرو کامل صندلی‌های یک هواپیما اشاره می‌کند. چارتر برای قطار، کشتی، قایق و اتوبوس هم کاربرد دارد، اما در ایران فقط چارتر هواپیما شناخته شده و کاربرد دارد. آژانس‌های مسافرتی بلیط مسیرهای پر رفت و آمد را به صورت دربست و یکجا خریداری می‌کنند که در اصطلاح گفته می‌شود شرکت مورد نظر صندلی‌های هواپیما را چارتر کرده است. خرید کلی بلیط‌های هواپیما ما با قیمت کمتری انجام می شود و در نهایت آژانس مسافرتی می تواند این بلیط چارتر را به قیمت پایین تر ولی تعداد بیشتر به مسافران بفروشد و این در حالی است که مسافران برای خرید بلیط هواپیما حتما باید به آژانس ها و سامانه های خرید بلیط مراجعه کنند. در این شرایط هم آژانس مسافرتی که بلیط را به صورت دربست اجاره کرده و هم مسافران از این کاهش قیمت سود می برند. چارتر انواع مختلفی دارد: فول چارتر و سیت چارتر. فول چارتر به چارتر کردن تمامی صندلی‌های یک هواپیما گفته می‌شود و سیت چارتر به این معناست که فقط بخشی از صندلی‌های یک هواپیما گرفته شده است. گاهی چارتر کننده برای یک فصل مثلا تابستان بلیط‌ها را چارتر می‌کند و در همین فاصله زمانی بلیط‌هایش را به فروش می‌رساند. یک نوع دیگر چارتر رفت و برگشت است که مسافران برای استفاده از آن باید تاریخ رفت و برگشت خود را با زمان بلیط چارتری هماهنگ کنند. برای مثال بلیط چارتر تهران کیش با فاصله زمانی 3 روز به صورت رفت و برگشت به فروش میرسد. معمولاً بلیط چارتر در آخرین روز با قیمت عالی به فروش میرسد. اگر شرکت چارتر کننده بلیط‌هایش به موقع به فروش نرسد، برای جلوگیری از ضرر بلیط چارتر را به کمترین قیمت به مسافران ارائه میکند. زیرا شرکت چارتر کننده هم امکان بازگرداندن بلیط‌هایی که خریده است را ندارد. به همین خاطر است که گاهی بلیط هواپیمای تهران مشهد از قیمت زمینی آن هم کمتر می شود و مسافران خوششانس که چمدانهایشان بسته و آماده است می توانند با کمترین هزینه از بلیط چارتر مسیرهای پر رفت و آمد مانند تهران مشهد یا تهران کیش استفاده کنند. اما یک نکته در ارتباط با چارتر این است که در تعطیلات و روزهای پیک سفر نمی توان روی خرید بلیط چارتری حساب کرد، چون اغلب بلیط های هواپیما در این بازه های زمانی به موقع و به قیمت اصلی به فروش می رسد. نکاتی که باید در مورد بلیط چارتری بدانیم: 1. بلیط چارتری قابل استرداد نیست. بلیط چارتری با اینکه به لحاظ اقتصادی بسیار بصرفه است، یک عیب دارد و آن این است که اگر مسافر به هر دلیل از پرواز منصرف شود، امکان استرداد بلیط وجود ندارد. اگر بلیط چارتر لحظه آخری باشد، مبلغ پرداختی آن تا حدودی میتواند قابل چشم پوشی باشد. اما در غیر این صورت میتوان گفت بلیط چارتری در مقابل بلیط سیستمی با این مشکل مواجه است. یک موضوع مهم دیگر در ارتباط با خرید بلیط چارتری این است که روز و ساعت پرواز هم پس از صدور بلیط قابل تغییر نیست و پیشنهاد می شود زمانی برای خرید بلیط چارتری اقدام کنید که از سفر خود کاملا مطمئن هستید. 2. بلیط چارتری از نظر کیفیت هیچ تفاوتی با دیگر بلیط‌ها ندارند. هواپیمای چارتری به لحاظ کیفیت هیچ تفاوتی با بلیط‌های سیستمی ندارد و تنها تفاوت آن همون چارتر کردن بلیط از طرف شرکت‌های مسافرتی است که باعث می‌شود قیمت خرید بلیط هم به نفع شرکت هواپیمایی و هم مسافران باشد. بنابراین در یک پرواز امکان دارد که بخشی از صندلی‌ها چارتری و برخی سیستمی فروخته شوند و این صندلی‌ها هیچ تفاوتی با هم ندارند. تنها یک مورد در بلیط چارتری قابل توجه است و آن هم این است که زمان فروش و رزرو در این مدل بلیط‌ها کوتاه مدت است. 3. تعداد بلیط های سیت چارتری محدود است. مسافرانی که قصد خرید بلیط سفر هوایی دارند برای خرید با قیمت پایین باید این موضوع را در نظر داشته باشند که بلیط هایی که به صورت سیت چارتر می باشند بسیار محدود هستند و در ساعت های پایانی نزدیک به پرواز تعداد آنها کمتر خواهند شد. به همین دلیل باید با آمادگی کامل اقدام به خرید بلیط کنند. اکثر آژانس ها بلیط های چارتری خود را در سایت های دیگر تبلیغ و اطلاع رسانی می کنند و مسافر باید به تبلیغات آژانس‌های مسافرتی در صفحات شبکه‌های اجتماعی و دیگر سایت‌ها توجه داشته باشند. 4. و
برای کودکان هیچ تخفیفی ندارد. برخلاف بلیط‌های سیستمی که برای کودکان بلیط را همراه با تخفیف صادر می‌کنند، در خرید چارتری هیچ تخفیفی برای کودکان وجود ندارد و بلیط آنها به قیمت بلیط بزرگسالان به فروش می‌رسد. گاهی پایین بودن قیمت بلیط به صرفه است و معادل تخفیف بلیط‌های سیستمی به حساب می‌آید، اما گاهی هم به این صورت نیست. از اینکه تا پایان برنامه با ما همراه بودید ممنونیم. اگر دیدن این ویدیو برای شما دوست عزیز مفید واقع شده، خوشحال میشیم که ویدیو رو لایک کرده و با دوستان و عزیزان خود نیز به اشتراک بگذارید. آرزو میکنیم لحظه هاتون سرشار باشه از آرامش، موفقیت و شادکامی.